از بچه ها بپرسید صدا تصویر همه دارم. سلام هسته. بله خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. یه اوکی به من بدید ببینم صدا تصویر همه چی خوب داره به دستتون میرسه یا نه؟ همه چیز اوکیه. عالی، همه چی پس اوکیه دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. خب جزوه رو که روی پنل براتون گذاشتن باید قاعدتا دانلود کرده باشین، اما اگرم که این اتفاق نیفتاده مشکلی نداره، بعد از کلاس میتونید جزوه رو دانلود کنید. بعد ما امروز میخوایم توی جلسه صفر یه مطالبی رو به شما یاد بدیم که اینها رو توی جلسات آینده خیلی ازش استفاده میکنیم و خیلی میتونه به دردمون بخوره. یه توضیحی که خیلی مهمه همین ابتدای کار به شما بدم اینه که بعضی وقتا بچه ها فکر میکنن جلسه صفر یعنی یه جلسه کم اهمیت. مثلا وقتی ما میگیم جلسه صفر میگن آقا این که صفر دیگه، مثلا ما هم که بلدیم و میخوای در حد صفر به ما درس بدی، اصلا همچین چیزی نیست. ما تو جلسه صفر در واقع مشکلات بچه ها رو توی فصلی که میخوام بهتون درس بدم میگیم، یعنی چیزهایی رو شما تو فصل صفر یاد میگیرین که چون اکثرا بلد نیستین توی اون فصل از فیزیک دچار مشکل میشین. اولین فصلی که من میخوام به شما درس بدم فصل کار و انرژیه. دانش آموزایی که سال دهم بودن توی فصل کار و انرژی خیلی مشکل داشتن، مگر اینکه معلمشون تو لول پایین باشون کار کرده باشه. اگر دانش آموز سال دهمی معلمش کنکوری باش کار کرده باشه، تست زده باشه، حتماً 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 از فصل کار و انرژی اصلاً خاطره خوشی نداره و خیلی اذیت شده. دلیلش چیه؟ شما سال دهم که بودین وقتی داشتن بهتون کار انرژی درس میدادن، نه روی فصل حرکت شناسی مسلط بودین، نه روی دینامیک مسلط بودین، نه بردار آنچنان بلد بودین. چون این ستا رو بلد نبودی کار انرژی به مشکل میخوردی، میرفتی تست میزدی نمیتونستی تست بزنی، بعد فکر میکردی تو یه عیب و ایرادی داری نمیتونی تست بزنی، در صورت که تو هیچ عیب و ایرادی نداشتی. عیب و ایراد اصلی رو بچه ها کتاب درسیتون داشته که کار و انرژی رو گذاشته توی فیزیک دهم. خب حالا من چی کار میکنم؟ وقتی میخوام بهت کار انرژی درس بدم، اول میام حرکت شناسی رو، کل فصلشو نه ها، حرکت شناسی یکی از فصلای فیزیک دوازدهمه، فصل یک فیزیک دوازدهمه، من از حرکت شناسی فقط به شما جابجایی به دست آوردن رو یاد میدم، کل حرکت رو یاد نمیدم، فقط جابجایی به دست آوردنش رو یاد میدم. چرا؟ چون این جابجایی به دست آوردن رو توی کار انرژی لازم داریم. از دینامیک که باز مال دوازدهمه به شما قوانین نیوتن رو یاد میدم. چرا؟ چون تو کار انرژی لازم داریم. و بردارا رو بهتون یاد میدم. در نتیجه تو دیگه تو فصل کار انرژی دوچار مشکل نمیشی. چرا بچه هایی که با من میخونن توی کتاب تستشون هیچ وقت به مشکل نمیخورن، تستا رو خوب میزنن؟ چرا دانش آموزی که با من فیزیک میخونه تو کنکور خیلی خوب نتیجه میگیره؟ چون برای هر فصلی میدونم که چه چیزهایی رو از اول به تو بگم تو اون فصل را بیفتی. گرفتیم؟ بعد ببینم اینجا، به به، تصویر من رو ندارین؟ نه من که اوکی گرفتم، همه بچه هم گفتن اوکی تصویر من رو باید داشته باشین قاعدتا. خب تصویر هست دیگه، درسته؟ خب آره تصویر هستش، تصویر هستش. یه موقعی اگه یه کسی دوچار مشکل شد میتونه خارج بشه دوباره بیاد وارد کلاس بشه که از اول براش ریستارت بشه. بله خواهش میکنم. خب بچه ها دقت بکنید دیگه شروع کنیم. ببینید توی بخش اول پیش نیاز حرکت، پیش نیاز یک حرکت شناسی، اولین چیزی که گفتم حرکت یک نواخ رو خط راسته. یه سری ویژگی ها رو روی حرکت یک نواخ با خط راست میخوام بشناسین. حرکت یک نواخ روی خط راست رو بهش حرکت سرعت ثابت هم میگن. ویژگی هایی که داره اینه:
ببینید سرعت یه کمیت برداریه، یعنی هم اندازه داره هم جهت داره. پس وقتی من بهت میگم سرعت ثابته، یعنی هم اندازه سرعت ثابته هم جهت سرعت ثابته. حرکتی که توش هم اندازه سرعت هم جهت سرعت ثابت باشه رو بهش میگیم حرکت سرعت ثابت. آقا جهت سرعت ثابت باشه یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا فرض بکنید که من دارم میرم اینور، حق ندارم دور بزنم برگردم، باید در یک جهت حرکت کنم. مثلا متحرک فقط به سمت غرب بره، چون اگه بره به سمت غرب میره دور بزنه بیاد به سمت شرق، جهت سرعت عوض میشه. وقتی سرعت ثابته نباید جهت سرعت عوض شه. پس اندازه سرعت ثابته، جهت سرعت هم ثابته. پس وقتی من اینجا بهت میگم سرعت ثابت، شما میگی اندازه سرعت ثابت، جهت سرعت هم ثابت. خب توی این حرکت یک نواخت روی خط راست، متحرک در زمانهای مساوی جابجایی‌های مساوی داره. در زمانهای مساوی جابجایی‌های مساوی داره یعنی چی؟ تو حرکت یک نواخت اگه در 5 ثانیه اول 10 متر حرکت کنه، در 5 ثانیه دوم هم 10 متر حرکت میکنه، در 5 ثانیه سوم هم 10 متر حرکت میکنه. به ازای زمانهای مساوی باید جابجایی‌های مساوی داشته باشه. توی حرکت یک نواخت یعنی سرعت ثابت، بهت میگم یه متحرکی تو 2 ثانیه 10 متر رفته، بعد میگم تو 2 ثانیه بعدی چقدر میره، میگی 10 متر. توی زمانهای مساوی جابجایی‌هاش مساوی. این نوع حرکتو که ما بهش میگیم حرکت یک نواخت، معادلش دلتا ایکس مساوی با وی تی هستش. دلتا ایکس یا دی جفتش نماد جابجایی هستش، هم دلتا ایکس هم دی جفتش میشه نماد جابجایی. این وی میشه سرعت، این تیه میشه زمان. گرفتین؟ حالا توی شماره یک گفتم متحرکی روی خط راست با سرعت ثابت 10 متر بر ثانیه حرکت میکنه، جابجایی در 3 ثانیه دوم چند برابر جابجایی در 2 ثانیه اوله. بچه‌ها وقتی شما میخواین جابجایی در 3 ثانیه دوم رو حساب بکنید، میای مینویسی دلتا ایکس 1 برابر است با وی 1 تی 1. خب سرعت رو داده چند؟ داده 10. اینجا مینویسی 10، گفته 3 ثانیه دوم. چه فرقی میکنه بگه 3 ثانیه دوم یا 3 ثانیه اول؟ مهم اینه که میگه 3 ثانیه. خب این 3 ثانیه میشه چقدر؟ 30 تا. حالا دلتا ایکس 2 میخوام حساب بکنم میشه چی؟ وی 2 تی 2. سرعتش چقدره؟ 10. گفته 2 ثانیه اول، باز چه فرقی میکنه بگه 2 ثانیه اول یا 2 ثانیه دوم؟ مهم اینه که میگه 2 ثانیه. میشه چقدر؟ 20 متر. حالا نسبت دلتا ایکس 1 به دلتا ایکس 2 رو ازت خواسته، میشه 30 تقسیم بر 20 میشه 3 دوم. البته این یه روش حل بود. خب این راه اوله، من یه راه دوم میخوام بهت بگم. راه دومش چیه؟ نگاش کن، خوب نگاه کن. راه دومش اینه که شما رابطه دلتا ایکس مساوی با وی تی رو می‌نویسی، بعد میگی جا به جایی با زمان رابطهش مستقیمه، سرعت هم ثابته، کاری با سرعت ندارم، خط میزنم، میگم جا به جایی با زمان رابطهش مستقیمه. وقتی بهت میگم جا به جایی با زمان رابطهش مستقیمه، یعنی نسبت دلتا ایکس 2 به دلتا ایکس 1 یا دلتا ایکس 1 به دلتا ایکس 2 رو خواسته، نسبت دلتا ایکس 1 به دلتا ایکس 2 با نسبت V1 به V2 چیه؟ برابر ضرب در T1 به T2. نسبت V1 به V2 1 میشه. چرا؟ چون ما یه متحرک داریم داره با سرعت ثابت ده حرکت میکنه، سرعتش که تغییری نکرده، که سرعت دهش که 12 نشده، پس سرعت رو باش کار نداری. میمونه نسبت زمانها. زمانهای ما اولیش چی بود؟ 3 ثانیه. دومیش چی بود؟ 2 ثانیه. پس نسبت دلتا ایکس 1 به دلتا ایکس 2 در اومد 3 دوم. ببین دو مدل حل داره راه دوم. ما کاری که میکنیم اینه، توی فیزیک هر سوالی رو که حل میکنیم معمولا دو تا سه تا روش براتون میگم. بعضی وقتا بهتون میگم کدوم روش بهتره، بعد اونجا تاکید میکنم، میگم حتما از این خوبه برو، اون روش بدا رو ننویس. بعضی جاها هم راستش زیاد فرقی نمیکنه، یعنی هر دو روشش یه شکله. مثلا مثل این سوالی که الان حل کردم، هیچ فرقی نمیکنه تو با روش اول سوال حل کنی یا با روش دوم، چون کلا سوال آسونیه و ساده هم حل میشه. شما هر کدوم از این دو روش
بشه که بیشتر خوشتون اومد و بهتر یاد گرفتی همون رو استفاده بکنین. برای اینکه وقت کلاس گرفته نشه، من این سفر رو الان آوردم. شما بیا از این یه عکس بگیر که تایم کلاسمون گرفته نشه. شماره سوالو چون خود سوالو میارم، مثل الان اینجا شماره سوال دیگه معلومه، میتونی راحت ازش عکس بگیری که معلوم بشه که این حل برای کدوم سوال بوده. خب ببینم دیگه چی شده. حالا من میخوام اون یکی رو بیارم، از اینم عکس بگیرین. سوال یک، راه دوم عکس بگیرین. خب حالا بریم سراغ سوال بعدی. یواش یواش سرعت کلاس رو زیادتر میکنم و تندتر درس میدم که اونایی که ذره قوی تر هم هستن اون سرعتشون سر نره. بعدم اینکه یکم هرچی میریم جلوتر سوالامون هم سخت‌تر میشه، حواستون باشه. از آسون شروع کردم، نگی فیزیک من ضعیفه، بعد دونه دونه برات سختش میکنم. مثلا سوال بعدی گفته متحرک رو خط راست با سرعت ثابت در مدت 2 ثانیه از نقطه 0 و 3 به نقطه 0 و از نقطه 3 و 0 به نقطه 0 و 4 حرکت میکنه. خب حالا اینجا رو نگاه کنین، این نقطه مثلا فرض کنید اسمش نقطه آ باشه، این نقطه اسمش نقطه بی باشه. متحرک من در مدت 2 ثانیه این تیه اومده از نقطه آ به نقطه بی رفته. من اگه یه دستگاه مختصات ایگرگ و ایکس بکشم برای شما، خب نقطه آ طولش 3، عرضش 0، یعنی 3 واحد اینجا جدا کن نقطه آ میشه اینجا. نقطه بی طولش 0، عرضش 4، بی هم اینجا میشه. خب حالا میخوام فاصله آبی رو به دست بیارم. ببین من نگاه کن، از نقطه آ که 0 و 3 هستش رفته به نقطه بی که 3 و 0 هستش، رفته به نقطه بی که 0 و 4 هستش. از آ به بی با یه خط وصل کن، طول این خطه میشه جابجایی متحرک ما، یعنی متحرک من این تیکه رو طی کرده، این میشه دی، میشه رادیکال 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2. چرا دارم اینو می‌نویسم؟ چون این یه مثلث قائم است، اینم وترشه. وتر می‌خوای به دست بیاری فیثاغورس می‌نویسی، میشه 5. بعد میای جابجایی رو مساوی با وی تی قرار میدی. چرا اجازه داری این کارو بکنی؟ چون گفته حرکت ما با سرعت ثابته، برای همین فرمول سرعت ثابت رو می‌نویسم. بعد به جای جابجایی 5 میذاری، سرعت تو میخوای، زمانم به ما گفته 2، از اینجا سرعت در میاد 2.5. سریع یادداشت کن یا عکس بگیر، بریم سراغ سوال بعدی که از قیافش معلومه یه سوال کاملا جونداره. خب ببینید بچه ها، توی سوال بعدی گفتیم دو متحرک از نقاط آ و ب در لحظه تی مساوی با 0، اینجا یه چیزی باید اضافه کنی، با سرعت ثابت. این تو تایپش جا افتاده، با سرعت ثابت روی محور ایکس ها خلاف جهت یکدیگر به طرف هم حرکت میکنن. متحرک آ در ثانیه 4.2 متر رو خلاف جهت ایکس طی میکنه، به مکان ایکس مساوی با 2 میرسه. متحرک بی هم 2 ثانیه 3 4 متر رو در جهت محور ایکس ها طی میکنه. لطفا به من خیلی خوب گوش کنید، یه چیزایی میخوام بهتون بگم الان خیلی به دردمون میخوره. وقتی تو سوال به من میگه در ثانیه 4 یعنی چی، با این واژه آشنا شو.
در یه ثانیه ای، مثلا در ثانیه چهارم، در ثانیه پنجم، در ثانیه دهم. خب ببین وقتی بهت میگه در ثانیه اول یعنی بین 0 و 1، در ثانیه دوم بین 1 و 2، در ثانیه چهارم میشه بین 3 و 4، در ثانیه دهم میشه بین 9 و 10، در ثانیه 15 میشه بین 14 و 15. یه تک ثانیه است، گرفتی؟ پس وقتی میگه در ثانیه چهارم، 4 ثانیه نیستا، در ثانیه چهارم یعنی چهارمین یک ثانیه. پس طول واژه زمانی یک ثانیه است. خب حالا گفته متحرک آ در ثانیه چهارم 2 متر رو خلاف جهت محور ایکس داره طی میکنه، چون این حلش یه مقدار طولانی میشه و اینجا جا نمیشه، من میام حلش رو این ور برات مینویسم که بتونم رو شک برات کامل توضیح بدم. آقا این متحرک داشته روی این خط حرکت میکرده، خب اینجا رو من میگیرم مبدا مکان یعنی x مساوی با 0، مبدا محور x، مبدا مختصاته، این هم الان محور x هست. حالا متحرک آ در ثانیه چهارم 2 متر خلاف جهت محور x حرکت کرده، یعنی رفته اونور. وقتی میگم خلاف جهت حرکت میکنه یعنی اونوری میره. چرا؟ چون این جهت محور x هست، خلاف جهت محور x اونوری میشه. چند متر خلاف جهت حرکت کرده؟ 2 متر. بعد میگه متحرک آ در ثانیه چهارمش 2 متر رو خلاف جهت رفته، به x مساوی با 2 رسیده. یادت میاد میگفتم همیشه متحرک تو جابجایی متحرک در ثانیه های در بازه های زمانی مساوی یکسانه؟ یادت میاد تو تعریف حرکت یک نواخت بهت گفتم اگه تو 5 ثانیه اول 10 متر رفته، تو 5 ثانیه دوم هم 10 متر میره. حالا اگه در ثانیه چهارم 2 متر رفته، در ثانیه سوم چند متر رفته؟ 2 متر. در ثانیه دوم 2 متر، در ثانیه اول 2 متر. رسیدم به اولش، رسیدم به نقطه شروع متحرک آ. چرا 4 تا شد؟ خب خودش گفته در ثانیه چهارم دیگه. دقت کن، میگه در ثانیه چهارم، این ثانیه چهارمه، سوم، دوم، اول. چرا همش 2 متره؟ باید هم 2 متر باشه، حرکتش یک نواخته. خب اینجا یه علامت سوال می نویسم، تایپ کنین عددش چنده ببینم حواستون به من هست. یه وقت خدای نکرده کسی سر کلاس خواب نباشه، بدو دیگه، بدو سرعت عملتو به من نشون بده. اون علامت سواله رو بگو چنده. آقا حسین اومد. خب 10 درسته، 10 درسته. اینجا نگاه کنین، 4 تا 2 تا میشه 8 تا، به این 2 اضافه کن، این 8 تا رو به این 2 اضافه کن، اینجا میشه چی؟ x مساوی با 10. پس متحرکه ها نقطه شروعش x مساوی با 10 بوده. بعد توی سوال اومده به ما گفته که متحرک b در 2 ثانیه سومش شام حرکت کرده. ببین سه تا 2 ثانیه باید در نظر بگیری. ببین چی گفته؟ 2 ثانیه سوم، یعنی سه تا 2 ثانیه در نظر بگیر. بعد گفته به x مساوی با 0 میرسه. ببین سه تا 2 ثانیه حرکت میکنه، سه تا 2 ثانیه حرکت میکنه، به x مساوی با 0 میرسه. تو هر کدوم از این 2 ثانیه ها هم خود سوال گفته 4 متر در جهت محور x حرکت میکنه. پس نقطه شروع متحرک بی اینجاست. بوده علامت سوال واسه من تایپ کن ببینم چیکار میکنی سریعتر از دفعه قبلا. یکم دقت لازمه، یک کوچولو دقت. آفرین، درست شد، خوبه خوبه. خب پس اینجا میشه منفی 12. بچه ها اصل کلاس آنلاین به شرکت شما در کلاسه. اصلا شما فکر کن من یه سوال آسون چرت ازت بپرسم، 2 به اضافه 2 شما بگو 4. میدونی چرا؟ چون بعد حالت کلاس پیدا بکنه. اگه قرار باشه سر کلاس من درس بدم برم، تو هم همینجوری LCD رو نگاه کنی، انگار داری DVD میبینی. اون حالت آنلاین بودنش از دست میده. اصل کلاس به اینه که بین دانش آموز و معلم صحبت باشه،
یعنی چی؟ من بپرسم تو جواب بدی، تو بپرسی من جواب بدم، اون وقت درس رو یه جور ویژه تر یاد میگیری. وگرنه دیویدی که توی بازار ریخته همه میتونن برن دیویدی ببینن. اصلا هم کلاس ها رو آفلاینش رو شرکت نکنید، یه اینترنت خوب تهیه کن، تمام تلاشتو بکن آنلاین تو کلاس حضور داشته باشی. تجربه دارم بهت میگم بازدهش 100 برابر اینه که شما بخوای آفلاین ببینی، یه جور بهتر یاد میگیری. حالا ممنونم. شما که تازه اومدی سریک، مگه قبلا سر کلاس من بودی اینقدر از من تعریف میکنی؟ بودی؟ آفرین. خب حالا فاصله آ تا بی در لحظه شروع رو از ما میخواد. ببین تو لحظه شروع این 12 تاست، 12 واحده، این هم چند تاست؟ 10 واحد. یعنی از بی تا آ میخوای ببینی فاصله چند واحده، میگی 22. ببین وقتی دیگه میگم فاصله، شما کاری به علامت مثبت منفیش نداری، تعداد واحدا رو بشمر. یعنی اینجا الان 12 تاست، اینجا هم الان 10 تاست، جمعاً میشه 22 تا. ببین چی دارم بهت میگم. یه موقع هست، خوب نگاه کن، راجب سرعت صحبت میکنم، راجب جابجایی صحبت میکنم، اینا کمیت برداری ان، جهت دارن. بعد علامت مثبت منفیش مهمه. مثلا در جهت محور ایکس ها همواره مثبته، خلاف جهت محور ایکس ها منفیه. گرفتین؟ مثلا جابجایی اینوری مثبت، اینوری منفی، سرعت اینوری مثبت، اینوری منفی. خب اینا برداری ان. یه موقع هست من راجب طول با تو صحبت میکنم، راجب مسافت، راجب فاصله، اینا کمیت های عددی مثبت هستن. شما تا حالا تو زندگیت خطکش به طول منفی 20 سانتی متر داشتی؟ نداشتی. طول خطکش نمیتونه منفی بشه. چرا؟ چون کمیت عددیه. اینه که وقتی بهت میگم فاصله کار نداریم، منفیه، طولا رو حساب کن، میشه 22 واحد. حالا میخوام برم سرعت متحرک آوبی رو به دست بیارم، مثلا برای به دست آوردن سرعت بی. ببین اینجوری باید بنویسی در واقع، بذار من اصل فرمولش رو واسه بنویسم. باید بنویسی دلتا ایکس بی وی بی ضرب در تی. خب بعد جا به جایی بی اینجا چقدر بوده؟ 4 متر بوده. سرعت متحرک بی هم که میخوای، زمانت هم 2 ثانیه است، چون متحرک بی ببین 2 ثانیه حرکت کرده، تو هر کدوم از اون 2 ثانیه 4 متر، پس سرعت متحرک بی در میاد 2. خب حالا دلتا ایکس آر رو می نویسم وی آ ضرب در تی. بگو ببینم به جای دلتا ایکس آ چند بذارم؟ به جای دلتا ایکس آ چند بذارم؟ ببین اگر 10 که نمیتونی اصلا بذاری، هیچ 10 نمیشه، 2 تقریبا خوبه، منفی 2 درست شد. آفرین. ببین من گفتم کمیت ما یه کمیت برداریه. خب این چیه؟ کمیت ما یه کمیت برداریه. کمیت های برداری جهتش برامون مهمه، داره خلاف جهت حرکت میکنه، پس باید منفی بذاری. یعنی اینجا باید بنویسی منفی 2 برابر است با وی آ ضرب در 1، بعد وی آ میشد منفی 2. پس ببین سرعت متحرک آ رو منفی درآوردم، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه باید، چون داره خلاف جهت محور ایکس حرکت میکنه، باید منفی هم میشد. کمیت های برداری بعد علامت منفی مثبتش رو حتما در نظر بگیرین. حالا یه دانش آموزی میپرسه، نگاه کن ببین سوال دانش آموز. من قبل از اینکه شما بپرسین خودم دارم جواب میدم. دانش آموز میپرسه، میگه آقا برای متحرک آ که داری دلتا ایکس آ مساوی با وی آ ضرب در تی مینویسی، دلتا ایکس آ حتما باید منفی 2 باشه. نه، میتونی منفی 4 بذاری. منتها اینجا رو نگاه کن، اگه منفی 4 بذاری
اون وقت زمانش دیگه یک ثانیه نیست، میشه چی؟ دو ثانیه، دو تا یک ثانیه. پس اگر ما جا به جایی رو منفی 4 بذاریم که اشکال نداره، فقط باید حواسمون جمع باشه دیگه، زمانش یک نیست، دوه. جواب آخرت هم باز همون منفی 2 در میاد، یعنی هیچ فرقی نکرد اینجوری بنویسی اینجوری بنویسی. حله؟ ببینم اینو من میارم شما عکس بگیرین. خب شماره 3 هستش، پاسخ شماره 3 هست. عکس بگیرین، سوال داری چیزی رو خوب متوجه نشدی تایپ کن که صفحه چت رو میبینم جواب تو بدم. حالا ببینم چی پرسیدین اینجا. آره دیگه یه بار گفتی دیگه، اون همون اول که گفتی دیگه قرار شد که شماره سوالو بزنیم. حالا اینجا رو ببین، وقت میدم حل کنیم. الان من منتظرم ببینم کی زودتر از همه جواب میده. سوالو بخون حل کن. آقا شما تو نکته و تست منم بودی، الان کنکور 1400 نکته و تست مال 99 بود. بیست، یه نفر گفت بیست، دو نفر بیست، بدوین بچه ها بدوین. حسین کجایی؟ بیا. حسین هم اومد. حسین خدایی حل کردی گفتی بیست، یا دیدی همه دارن میگن بیست، تو هم گفتی بیست، چون بیسته معلوم نیست درست باشه. خب ببینو، میگه که یه متحرکی داره با سرعت ثابت حرکت میکنه. آفرین آفرین، معلوم شد که حل کرد. یه متحرکی داره با سرعت ثابت حرکت میکنه، در 2 ثانیه اولش 5 متر جابجا میشه، جابجایی رو پس از 8 ثانیه از ما خواسته. من برای حل سوال اول میام رابطه دلتا ایکس مساوی با وی تی رو مینویسم. وقتی دلتا ایکس مساوی با وی تی رو مینویسم، چون گفته در 2 ثانیه اول 5 متر جابجا میشه، به جای دلتا ایکسش 5 میذارم، سرعت رو میخوام، ویه در میاد 2.5. بعد دوباره دلتا ایکس مساوی با وی تی رو مینویسم، بعد مینویسم 2.5 ضرب در، این دفعه گفته بود پس از 8 ثانیه، ضرب در 8 میکنم میشه 20. آقا حرکت سرعت ثابت، خب جابجایی به دست آوردنش تو همین لوله. وقتی دارم بهت 12 درس میدم تو فصل 1 12، بچه حرکت حجمش زیاد، و فکر نکنی حرکت اینه، این نیست. من حرکت رو به اندازه کار و انرژی دارم الان به درس میدم. حرکت یه جزوه زخیم داره، 1.5 ماه طول میکشه تا تموم شه. ما امروز قرار نیست کل جزوه حرکت رو تموم بکنیم، فقط به اندازه کار و انرژی، نیازمون در کار و انرژی به شما حرکت رو یاد میدیم. خب ببینید بچه ها، حرکت با شتاب ثابت حرکت بعدیه. گفتم در این نوع حرکت جابجایی متحرک در بازه‌های زمانی مساوی یکسان نیست. یادته توی حرکت یک نواخت میگفتیم در بازه‌های زمانی مساوی جابجایی ها یکسانه، حالا تو شتابدار میگیم یکسان نیست. دو حالت داره، یا حرکتمون تند شونده است که اون وقت در بازه‌های زمانی مساوی جابجاییامون زیاد میشه، یا کند شونده است که در بازه‌های زمانی مساوی و متوالی
جابجاییامون کم میشه. الان یکی اوه میپرسه میگه آقا شتاب اصلا چی هست؟ اصلا شتاب یعنی چی؟ اصلا من میگم یه حرکت شتاب داره مثلا چی میشه؟ خوب گوش کن. شتاب عاملیه، گوش داری میکنی دیگه، آره؟ شتاب عاملیه که باعث تغییر سرعت و تغییر جابجایی در ثانیه‌های مختلف میشه. یه بار بگو چی گفتم؟ گفتم شتاب عاملیه که باعث تغییر سرعت و تغییر جابجایی در ثانیه‌های مختلف میشه. تو الان راننده یه ماشینی، خب؟ پشت فرمون نشستی، گاز میدی. گاز میدی چی میشه؟ این اتومبیل هی سرعتش رفته 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 زیاد میشه. میگیم شما حرکتت یه شتاب مثبت داره. حرکتت یه حرکت شتابدار تند شونده است. حالا داری رانندگی میکنی، داری میری جلو. پاتو از رو گاز برمی‌داری، ترمز میگیری. ترمز میگیری چی میشه؟ سرعتت و جابجاییت رفته رفته کم میشه. میگیم حرکتت شتابدار کند شونده است. پس حرکت شتابدار حرکتیه که سرعت و جابجایی تو تغییر میده، یا زیاد میکنه یا کم میکنه. حرکت شتاب ثابت بچه ها مشکلش اینه که فرمولاش زیاده. اگه یک کسی بخواد حرکت شتاب ثابت رو تمام فرمولاش رو یاد بگیره، 11 تا فرمول باید حفظ بکنه. برای یه حرکت شتاب ثابت 11 تا فرمول خدایی زور داره. یعنی من اگه دانش آموز بودم ترجیح میدادم فیزیک نخونم کلن، ولی 11 تا فرمول واسه یه مدل حرکت حفظ نکنم. شما رو نمیدونم چجورین، ولی من که فرمول رو اعصابمه. خب حالا اگه بخوای فرمول اضافه ها رو بذاری کنار، فقط فرمول اصلی کتاب درسی رو یاد بگیری، بازم فرمول اصلی های کتاب درسی میشه 4 تا. بازم زیاده. یعنی این 4 تا فرمول هم خدایی حفظ کردنش زور داره، ولی فرموله اصلی کتاب درسیه، تو جزوه هر معلمام هست، چیز اضافه بد نگفتم، همه جام پیدا میشه. خب اگه سر کلاس من نشسته باشی و به حرفای من خوب گوش کنی، من تو صفحه بعدی، تو این صفحه نه، تو صفحه بعدی بهت یه روش یاد میدم که بدون نوشتن این فرمولا میتونی به جواب برسی. من چون از فرمول حفظ کردن متنفرم، اصلا کلن حفظ کردن یه موضوع برام خیلی سخت و مشقت آوره، برای همین یه جوری به شما درس میدم زیاد چیزی حفظ نکنی، خوب نیست، یادت هم میره، میری سر جلسه کنکور هرچی فکر میکنی چیزایی که حفظ کردی هیچ کدوم یادت نمیاد، کافیه یه استرس بگیری. گرفتی؟ برای روشای بدون فرمول بهتون میگم. تا پارسال روش بدون فرمول به بچه‌ها زیاد میگفتم، امسال بیشترم میگم. چرا؟ چون چند تا روش جدید ابداع کردم. یعنی این کرونایه هر چیز بدی داشت یه خوبی داشت، من وقتم آزاد شد، نشستم تو خونه. این نشستن من تو خونه باعث شد که اون روشایی که در فیزیک به بچه‌ها یاد میدادم و تعدادشو خیلی بیشتر کردم. از شانس شما حالا امسال میخوام یه سری روشای جدید بهتون بگیم که سرعت عملتون تو تست دادن بره بالا. حالا فعلا دارم تشریحی درس میدم، تستی صفحه بعده. دلتا ایکس و دی جفتشون نماد جابجایی بودن، هم دلتا ایکس هم دی جفتش میشه جابجایی. بعد آ چیه؟ آ شتابه. وی صفر چیه؟ بهش میگن سرعت اولیه. این متحرک از یه جای را میفته میره جلو، اون لحظه که را میفته حرکت میکنه، او اولش یه سرعتی داره بهش میگن سرعت اولیه. پس سرعت اولش رو بهش میگن سرعت اولیه. تی هم که زمانه دیگه، میدونستی که. آ هم که شتابه. تو رابطه پایینیش هم که آ داره وی صفر داره، باز دوره نام همینطور. پس الان پارامترها رو اول شناختی. حالا میمونه این که آقا این 4 تا فرمول رو کجا کدومش استفاده بکنم. فرمول اول برای وقتیه که میخوای جابجایی تا لحظه تی رو حساب بکنی. هر کسی بخواد جا به جایی تا یه لحظه ای رو حساب بکنه، فرمول اولیه رو می‌نویسه. می‌دونی تا یعنی چی؟ مثلا میگم جا به جایی تا لحظه 5، یعنی جا به جایی از 0 تا 5 چند ثانیه است؟ 5 ثانیه. جا به جایی تو این 5 ثانیه رو می‌خوای حساب بکنی، می‌نویسی 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر تی. این میشه جا به جایی در مدت 5 ثانیه. حالا اگر که اینو بخوای بری
اینجا رو نگاه کن، این یه دومه رو میری تو این پرانتزه ضرب میکنی، میشه چی؟ میشه آ در یه دوم رو در دو تی ضرب میکنی، میشه تی یه دوم رو تو این ضرب میکنی، میشه منهای نیم به اضافه وی صفر. بچه ها جفت این فرمولا یه چیزن، تو کتاب های مختلف می نویسن، بچه ها فکر میکنن اینا دوتا فرمول مختلف هن. نه بابا، یکیه، یه دومه رو رفتیم تو پرانتز ضرب کردیم. شما این یکی که من الان نوشتم رو حفظ کن، یعنی کدوم حفظ میکنی؟ آ در تی منهای نیم به اضافه وی صفر حفظ میکنی. این اصلا کجا کاربرد داره؟ این جابجایی در ثانیه تی رو بهت میده. مثلا من بهت میگم جابجایی در ثانیه پنجم، خب در ثانیه پنجم یعنی بین 4 و 5، به جای این تی 5 میذاری، جابجایی در ثانیه پنجم یعنی بین 4 و 5 بهت میده. ببین تو فرمول بالا به جای تی 5 بذار، جابجایی از 0 تا 5 بهت میده. تو فرمول پایین به جای تی 5 بذار، جابجایی بین 4 و 5 بهت میده. فرقش رو فهمیدی؟ مثلا تو فرمول بالا به جای تی 10 بذار، جابجایی 0 تا 10 بهت میده. تو فرمول پایینی به جای تی 10 بذار، جابجایی بین 9 و 10 بهت میده. تو باید ببینی سوال گفته جابجایی در یه ثانیه یا تا یه لحظه. اینو دقت کن، تو صورت سوال میفهمی کدومش رو باید بنویسی. فرمول سومش میگن معادله سرعت، کی می‌نویسی؟ وقتی سرعت می‌خوای به دست بیاری. فرمول چهارمش میگن معادله مستقل از زمان، کی می‌نویسی؟ وقتی می‌خوای جابجایی به دست بیاری. وقتی می‌خوای جابجایی به دست بیاری ولی زمان نداری، اسمش روش مستقل از زمان، به درد وقتی میخوره که زمان نداریم. خب ببینم سوالاتو. دومی در ثانیه یه تی هستش، بله. سوال ندارین دیگه، خدا رو شکر دارین خوب یاد میگیرین. اوکیه، آفرین. بهارا ندیده بودم، تازه اومدی سر کلاس. آفرین. ولی از جلسه بعدی خدا وکیلی سر ساعت بیا، یه وقتی میبینی 10 دقیقه دیر میای دیگه درس رو متوجه نمیشی. سومی برای دست آوردن معادله، برای دست آوردن سرعته. بعد تو کلاس آنلاین دیگه بچه ها همه از سراسر کشور هستن دیگه، یعنی از هر شهر. یعنی مثلا خوبی کلاس آنلاین اینه که من تا الان تو این 18 سالی که درس دادم معلم تهران بودم، کرج بودم و اهواز. به غیر از این سه تا شهر هیچ شهر دیگه ای نشد که برم درس بدم. ولی خوبیه کلاس آنلاینه که شما میتونی معلم کل کشور بشی. ما توی کلاس نکته و تستمون تقریبا میتونم بگم از یه سری شهرهای دانش آموز داشتیم که من مدت ها بود که اصلا حتی به اون شهر سفر هم نرفته بودم، چه برسه به تدریس. خب دقت بکنید، من اون سوال شما رو هم که یکی از بچه‌ها پرسید، وی برابر است با آتی به اضافه وی صفر، این معادله اسمش معادله سرعته. زمانی که میخوای سرعت به دست بیاری اینو می‌نویسی. مثلا میگم برو سرعت رو در لحظه 3 حساب کن، اینجا به جای تی 3 می‌ذاری سرعتت رو حساب می‌کنی. وی نماد سرعت. حالا بریم سراغ سوال 5. متحرکی از حال سکون، از حال سکون. آقا حال سکون یعنی وی صفرش صفره، یعنی اون اول که داشته حرکت میکرده سرعت نداشته، یعنی از حال سکون، از جایی که ایستاده بوده شروع به حرکت کرده. بعد گفته با شتاب دو، با شتاب دو روی خط راست حرکت میکنه. میگه جا به جایی تا لحظه تیم و سر باشیش. نگاه کن تا یعنی چی؟ تا یعنی این، نگاه کن، جا به جایی تا یه لحظه یعنی یک رو بنویس. پس شما برای قسمت الفش معادله اول رو می نویسین. یعنی چی می نویسی؟ می نویسی دلتا ایکس برابر است با یک دوم آتی دو به اضافه وی سفتی. این قسمت الفشه، یعنی دلتا ایکس برابر است با یک دوم دو ضرب در تی رو داده چند؟ 6. تا لحظه 6، 6 به توان 2، وی صفر چنده؟ صفره، میشه 36. خیلی ساده است یا خیلی ساده است؟ آره ساده است، زحمتش تو حفظ کردن اون 4 تا فرموله که البته وارد صفحه بعد بشیم شما دیگه
نیاز به حفظ کردن اون 4 تا فرمول هم نداری چون روش بدون فرمولش رو بهت یاد میدم. خب بچه‌ها قسمت پ رو برای من حل کنین. پ رو برای من حل کنین. درو ولش کن، پ رو حل کن. اینکه تیک زدم. حل کن عددشو تایپ کن ببینم چیکار می‌کنی. باری که الله بهار نیومده سوال حل کردی. آفرین. پرو دقت کنید، گفته در ثانیه ششم. در ثانیه ششم بچه ها. درست شد، درست شد. آفرین آفرین. باری که الاز در ثانیه ششم میشه بین 5 تا 6. وقتی میگه در ثانیه ششم یعنی بین 5 تا 6. درسته درسته. خب وقتی میگه در ثانیه ششم یعنی بین 5 تا 6، از فرمول شماره 2 استفاده میکنی. یعنی میگی چی؟ یعنی میگی جابجایی میشه آ در تی ام ان های نیم به اضافه وی صفر. وی صفرت که صفره. چرا؟ گفته از حال سکون به جا تی چند میذاری؟ به جا تی 6 میذاری. پس میشه آ در 6 من های نیم میشه 5 و نیم. شتابمون هم 2 بوده، 2شو بنویسیم اینجا اصلا میشه 2 تا 5 و نیم 11. پس ما برای قسمت پ نوشتیم آ در تی منهای نیم به اضافه وی سف. به جای تی 6 گذاشتیم، به جای وی سف 0 گذاشتیم. بعد جا به جاییمون به دست اومد 11 متر. آفرین. قسمت ت رو برای من حل کنین. قسمت ت درسته؟ خوبه، عالیه. ببینید معادله سرعت معادله شماره 3 هستش. گفتم سرعت میخوای به دست بیاری بعد معادله شماره 3 رو بنویسی. به جای شتاب چند میذاری؟ 2. به جای زمان چند میذاری؟ 9. وی صفرت هم صفره. 18. در همین خوشگلی. خب حالا من میخوام یه کاری کنم، قسمت ب رو برای توضیح بدم. قسمت ب گفته سرعت متوسط در مدت 6 ثانیه. میبینید که اینجا جا نداره دیگه، پر شد. خب بعد برم اون صفحه سفیده رو بیارم، تو اون صفحه سفیده برات اینو حل کنم. برید بچه ها. شما اولش میای رابطه V برابر است با AT به اضافه V0 رو مینویسین. این قسمت D هستش برای سوال شماره 5. خب میای AT به اضافه V0 رو مینویسی، به جای شتاب میذاری 2، به جای زمان میذاری 6، به جای سرعت اولیه میذاری 0، سرعت در میاد 12. خب حالا اینو گوش کن، سرعت متوسط چیه؟ در حرکت شتاب ثابت. نگفتم تو کل فیزیکا، نگفتم تو کل زندگیت، نگفتم همه جا، فقط تو حرکت شتاب ثابت که الان دارم به درس میدم. سرعت متوسط میخوای به دست بری، باید بیایی از سرعتات میانگین بگیری. آقا من میخوام ببینم وقتی سرعت متحرکم از 0 مثلا به 10 میرسه سرعت متوسطش چنده؟ از 0 و 10 میانگین میگیرم میشه 5. الان من سرعت متحرکم شده چی؟ 12. از چند رسیده به 12؟ از 0 رسیده به 12. از 12 و 0 میانگین میگیری میشه 6. میگه آقا این فرموله که نوشتی، این فرمول اصلی و کلی سرعت متوسط نیست؟ میگم نیست، فقط تو شتاب ثابته. به من میگی پس فرمول اصلیش چیه؟ چرا فرمول اصلیشو نگفتی؟ میگم صبر داشته باش، من که الان حرکت به تو درس نمیدم، من دارم کار انرژی درس میدم. اینا رو هم اگه دارم به درس میدم به خاطر اینه که تو کار انرژی کاربرد داره.
فعلا برای جلسه اول توقم اینه شما سرعت متوسط حرکت شتاب ثابت رو بلد باشی. بعدا به فصل حرکت رسیدیم من اونا رو کامل تر درس میدم، بهتر براتون میگم. خب اینم عکسش رو بگیرین. خب بریم. باشه رفتیم. ببینید بچه ها، در قسمت بعدی گفته متحرکی با شتاب ثابت در حال حرکت رو خط راست، این متحرک پس از 10 متر جابجایی سرعتش از 5 به 15 میرسه. گفته شتابش چقدره؟ آقا من نگاه کنم این چه اطلاعاتی داریم. من میگم که این مسئله شتاب که ثابته، پس یکی از اون 4 تا فرمول که بهت یاد دادم باید استفاده کنی. گفته پس از 10 متر جابجایی این دلتا ایکس، این سرعت اولیه است، این سرعت ثانویه، یعنی سرعتت از 5 رسیده به 15. شتابم که ازت میخواد. چیزایی که برام مهمه اینجا هایلایت کردم. چون زمان ندارم دقت کن، گفتم بهت وقتی میخوای جابجایی به دست بیاری زمان نداری میری سراغ مستقل از زمان دیگه. خب البته ما اینجا جابجایی نمیخوایم، ما اینجا شتاب میخوایم، جابجایی رو داده. خب به جای سرعت بعد بذاری چی؟ 15. این ویه. به جای سرعت اولیت هم با بذاری 5. به جای این ویه 15 بذار به توان 2، منهای 5 به توان 2، دو تا شتابو میخوام دلتا ایکسش 10 میشه 225 منهای 25 20 آ. بچه ها 225 منهای 25 چی میشه؟ 200 دیگه. 200 به 20 چند میشه؟ 10. چقدر خوب بود، آسون. میگم زحمتش تو حفظ کردن فرمولاشه که من شما رو راحت میکنم از دست این فرموله فیزیک. ببینید سوال 7 گفته اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت. آقا واحد سرعتت کیلومتر بر ساعته. کیلومتر بر ساعت قبول نیست، یه جا دیدی باید بری به متر بر ثانیه تبدیل کن. چجوری؟ آقا 72 کیلومتر بر ساعت رو تقسیم بر 3.6 میکنید میشه 20 متر بر ثانیه. یادت باشه برای تبدیل واحد کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه تقسیم بر 3.6 میکنید. واحد ما 72 کیلومتر بر ساعت بود، تقسیم بر 3.6 شد 20. آقا یه سرعت اولیه است این اتومبیل ما، اولش سرعتش 72 کیلومتر بر ساعت بوده، بعد داشته میرفته جلو. راننده با شتاب 5 ترمز میگیره، با شتاب 5 ترمز میگیره. اتومبیل پس از طی چند متر متوقف میشه. یعنی چی؟ یعنی سرعت ثانویت باید بشه 0. ببین سرعت اولیت 20، سرعت ثانویت 0. ببینم کسی حل کرده. آره خب ببین اینطوری باید بنویسی، بنویسی V2 منهای V0 2 2 دلتا X. خب این اتومبیله که داشته با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت حرکت میکرده، رانندش ترمز میگیره میره یکم جلوتر وای میسته. ببین سرعتش اولش 20 متر بر ثانیه بوده، آخرش که متوقف شده که شده 0 دیگه. پس تو باید بیای به جای سرعت ثانویت 0 بذاری، به جای سرعت اولیت 20 بذاری، 20 رو به توان 2 برسونی میشه 400 برابر است با دو تا شتاب رو میذاری منفی 5 ضرب در دلتا ایکس. چرا شتاب رو میذاری منفی 5؟ تو شاگرد منی، حواست جمع تیزی، سوالو که میخونی میفهمی. وقتی بهت میگه با شتاب 5 ترمز میگیره میفهمی که شتابت منفی بوده، باعث کم شدن سرعت شده. چون من راجع به کمیت برداری توضیح دادم، گفتم علاقتش مهمه. اگه گاز میداد شتابش مثبت بود، وقتی ترمز میگیره شتابش منفیه، چون این شتابه باعث کاهش سرعت شده. برای همین تو که حواس جمعی به جای آ باید منفی 5 بذاری. از اینجا دلتا ایکس هم در میاد 40 متر. به این میگن طول توقف. یعنی این اتومبیل ما 40 متر بره متوقف میشه، بعد از 40 متر متوقف میشه.
ببینم اینجا رو. آفرین آفرین، همه چهل رو زده بودین. عکسش رو بگیرین، میخوایم بریم سراغ روش تستی. تشریحاش تموم شد، تستیاش رو میخوام بهت بگم. شما روش تستی یاد بگیری تازه میتونی سوال سختا رو حل کنی. خب بریم سراغ تکنیک محاسباتی که توی صفحه 19 هستش. ببینید بچه ها، این تکنیک محاسباتی که میخوام بهت بگم روشیه که شما به کمک این روش میتونید کل سوالای حرکت رو، دارم میگم کل سوالای حرکت نه یه دونه. ببین یه زمانی یه نکته‌ای بهت گفتم که فقط یه جا کاربرد داشت، اون به درد نمیخوره. نکته‌ای خوبه که ما یاد بگیریم همه جا استفاده کنیم، فقط یه جا جواب نده، اون که به درد نمیخوری. مثل اینی که الان میخوام بهت بگم، نگاش کن رابطه ای که مینویسم و نگاه کن بچه ها. این رابطه یه دی مساوی با وی تی جا به جایی چه حرکتیه؟ تایپ کنید جا به جایی چه حرکتیه. دی برابر است با وی تی. چی ثابت؟ سرعت ثابت؟ شتاب ثابت؟ آها سرعت ثابت، نه شتاب ثابت نه. خب حالا میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بگم این رابطه دی برابر است با وی تی رابطه حرکت چی بود؟ سرعت ثابت بود. جابجایی حرکت سرعت ثابت رو میداد. اگه این وی رو بنویسی وی متوسط، دیگه وی ننویسی، وی متوسط بنویسی، اون وقت میتونی جابجایی حرکت شتاب ثابت هم باهاش به دست بیاری و با همین یه دونه کل مسئله رو حل کنی، هیچ فرمول دیگه هم حفظ نکنی. قشنگیش تو اینه. ببین تو که دلتا ایکس مساوی با وی تی رو واسه حرکت سرعت ثابت بلد بودی، الان لازم نیست فرمول جدید یاد بگیری، فقط این وی بشه وی متوسط، بالاش یه دونه خط میکشی، اون وقت علاوه بر حرکت سرعت ثابت تو شتاب ثابت هم میتونی از این استفاده بکنی. خب اینو بهش میگیم فرمول اصلی. ما همین یه دونه رو یاد میگیریم، کل سوالا رو با همین یه دونه حل میکنیم. میپرسی چجوری؟ خوب گوش کن، من یه حرکتی براتون مثال میزنم که سرعت اولیه متحرکم صفره، شتابش دوه. یعنی یه حرکتی دارم مثال میزنم که از حال سکون آغاز شده، وی صفر صفر بوده، شتاب دو بوده. من گفتم شتاب عاملیه که باعث تغییر سرعت و تغییر جابجایی میشه. وقتی شتاب دوه یعنی معنیش اینه که سرعت تو رو دوتا دوتا زیاد میکنه. خب یعنی وقتی سرعتت صفره، یه ثانیه بعد سرعتت میشه دو، یه ثانیه بعد میشه چهار، یه ثانیه بعد میشه شیش، یه ثانیه بعد میشه هشت. چرا یه دوتا دوتا دارم زیاد میکنم؟ چون شتابم دوه، یعنی هر یه ثانیه که حرکت کرد سرعتم دوتا زیاد شد. حالا الان چند ثانیه حرکت کرده؟ یک، دو، سه، چهار. میخوای تو این چهار ثانیه جا به جایی حساب کنی؟ میتونی از سرعتهاش میانگین بگیری اول و آخر. میانگین بگیری، ضرب در چی کنی؟ زمانش کنی. اینا دیگه اینه، من اینو دارم مینویسم. میانگین بگیر، ضرب در زمان کن. یعنی صفر به اضافه هشت تقسیم بر دو، صفر به اضافه هشت تقسیم بر دو، ضرب در چهار. یعنی الان من تونستم جابجایی رو تو مدت 4 ثانیه به دست بیارم بدون فرمول. حالا یه چیز دیگه بهت بگم باحال‌تر. آقا تو جابجایی در ثانیه رو بلد بودی حساب کنی. مثلا من بهت میگفتم جابجایی در ثانیه تیوم، میگفتی آ در تیوم های نیم اضافه وی صفر دیگه، درسته؟ بعد بهت میگفتم جا به جایی تا لحظه یه تی چی؟ میگفتی یک دوم آتی دو بزرسه دی سفتی. تو جا به جایی پیدا کردن رو با اون دو تا فرمول بلد بودی. حالا اگه جا به جایی در دو ثانیه سوم بخوام، دو ثانیه دوم بخوام، دیگه اون که فرمول نداشتیم، میخوای چیکار کنی؟ میای اینجا این کارو میکنی. اگه با روش من بری میای میگی آقا سرعت اولیه‌مون صفر بوده، شتابمون دوه، سرعت رو دو تا دو تا زیاد میکنی، دو، چهار، شیش، هشت.
بعد میای میگی اینجا میشه دو ثانیه دوم. ببین این دو ثانیه اول، دو ثانیه دوم. دو ثانیه دوم پیدا کردنش فرمول نمیخواد، با فرمول اصلی یا همون فرمول مادر میتونید این قسمت رو حساب بکنید. کافیه از سرعت‌های ابتداش که 4 و انتهاش که 8 یه میانگین بگیری تو زمان ضرب بکنی. 4 به اضافه 8 دوم ضرب در 2 این شد جابجایی در 2 ثانیه دوم. جابجایی توی هر بازه زمانی که دلت خواست برو سرعت سر و تهش رو میانگین بگیر تو زمان ضرب کن، حل کن بره به همین راحتی. خب اینو عکس بگیر، عکس بگیر. میخوام یه چیز دیگه هم بگم اینجا دیگه جا ندارم. البته اون چیز دیگه ای هم که میگم باید تو همین این بنویسین ها، تو همین کادره باید بنویسین. خب دیگه جا نداره. خب بریم سراغ حالت بعد. یه حالت دیگه میخوام بهتون بگم که سرعت اولیش 10 باشه، شتابش هم مثلا منفی 2. چی میشه؟ بذار ببینم سوال چیه. با نمودار که بله میشه حل کرد. با نمودار رو تو فصل حرکت بهتون یاد میدم. خب اونجا که فصل حرکت رو بهتون درس بدم، نمودار سرعت زمان بهتون یاد بدم، با نمودار سرعت زمان بدون فرمول هم همین سوالا رو میتونیم حل بکنیم. منتها الان چون من دارم در واقع پیش نیازهای کار انرژی رو درس میدم و اصلا نمودار سرعت زمان درس ندادم، برای همینه که این سوالا با نمودار سرعت زمان حل نمیشه. خب حالا من نگاه کنیم. البته این روشی که الان بهتون گفتم سرعت عملش از نمودار سرعت زمان بالاتره، خیلی هم بالاتره. مثلا فرض کنید که ما یه متحرکی داریم سرعتش 10، شتابش -2. -2. آقا شتاب منفی باشه سرعت زیاد میشه یا کم میشه؟ کم میشه. یا تو اتومبیل متوقف شد سالش حل کردیم، سرعت اولیت 10، شتابت -2، یعنی سرعت تو دوتا کم میکنه. آقا بعدی رو بگو، بعدیش میشه 8، بعدی 6، بعدی 4، بعدی 2، بعدی 0. ای دوتا کم میشه. 10 یه ثانیه بر 8، 6، 4، 2، 0. آقا متوقف شد. چند ثانیه حرکت کرد متوقف شد؟ به شما دیگه 1 2 3 4 5. اگه ازت بپرسم زمان توقفش چقدره میگی 5 ثانیه. فرمول مینویسی؟ نه. اگه جابجایی بخوام چیکار میکنی؟ مثلا بگم طول توقف، میای اول و آخر و یه میانگین میگیری ضرب در 5 میکنی. چرا؟ چون کلش 5 ثانیه است. جا قشنگه، فرمول هم نمیخواد. نه فرمول زمان توقف، نه فرمول طول توقف، اینا رو نمیخواد حساب کنی. اما یه سوال اساسی پیش میاد. آقا این که 2 ثانیه 2 ثانیه حرکت کرد، این که 1 ثانیه 1 ثانیه حرکت کرد سرعتش 2 تا 2 تا کم شد، 10 بود شد 8 6 4 2 0، 1 ثانیه بعدش چی میشه؟ مگه نباید سرعت رو 2 تا 2 تا کم بکنیم؟ الان که 0 شده 2 تا کم میکنی میشه چی؟ -2. سرعت هم که میتونه منفی بشه. یعنی من الان سرعتم 10 بوده، بعد 8 6 4 2 0 -2. درسته؟ نه. ببین سرعت میتونه منفی بشه، منتها وقتی منفی میشه جهت عوض میشه. این کاری که من کردم که اشتباه بود، که افتضاح بود، اشتباه هم نبود، افتضاح بود. ما گوش کنید دیگه، شما حواستون به من بوده، قشنگ توضیح من یادته. من گفتم جابجایی و سرعت کمیت برداری هن، منفیشون رو چیشون تأثیر میذاره؟ رو جهتشون. من با این مشکل ندارم که سرعت وقتی 0 میشه 1 ثانیه بعد باید 2 تا کم بکنی بشه -2. منظورم میگه وقتی 2 تا کم میکنی میشه -2، جهتش هم برعکس میشه، یعنی میاد این ور، یعنی میشه -2 -4 -6. بچه ها وقتی سرعت منفی میشه برعکس حرکت میکنه، برعکسش یادت باشه. اینم باید تو اون کادره بنویسیم. سرعت منفی میشه جهت برعکس میشه. این شکل رو هم اونجا بکشیم.
ماشین که سرعتش صفر میشه به عقب بر نمیگرده، به خاطر اینکه کنترل ماشین دست راننده است. حرکت ماشین همیشه شتاب ثابت که نیستش که. من الان راننده ماشینم، ترمز میگیرم، سرعتم صفر میشه، حال نمیکنم دیگه حرکت کنم، تکون نمیخورم. کی میخواد چی بگه؟ راننده ماشین هر جور دلش بخواد حرکت میکنه، میتونه سرعت ثابت حرکت کنه، میتونه شتاب دار حرکت کنه، میتونه شتاب ثابت، شتاب متغیر، وایسه، وای نست، هر کاری دلش بخواد، دست راننده است. ولی این حرکتی که من دارم بررسی میکنم حرکت شتاب ثابته. یعنی چی؟ یعنی پس از توقف که اومد سرعت صفر شد، این شتابه از بین نرفت، این شتاب ثابت موند. چون از بین نرفت بازم سرعت رو کم کرد، یعنی از صفر رسید به منفی 2 بعد منفی 4. خب حالا بریم سراغ، ببین چی میخوام بهت بگم. میخوام بگم که آقا ما از این نکته چجوری سوال میخوایم حل بکنیم. انقدر قشنگ حل میشه باورت نمیشه. هر کاری بکنی امکان نداره روشی پیدا بکنی که الان این مثالی که میخوام حل بکنم و بتونی زودتر از من حل کنی. امکان نه، اصلا روش از این کوتاه‌تر نداریم. با فرمول، با نمودار، با هر چی که دوست داری برو، این سرعت اولش بیشتره. ببین سرعت اولیامون 20ه، این وی صفر، شتابمون منفی 5ه. دیگه تو که دیگه اینا رو حرفه‌ای شدی دیگه، میدونی سرعت وقتی منفی 5ه، یعنی شتاب منفی 5ه، سرعتت باید 5 تا 5 کم شه. شروع حرکت میکنه. الف جا به جایی پس از 5 ثانیه چند متر است؟ خوب گوش کن ببین. آقا 20 یک ثانیه بعد میشه 15، یک ثانیه بعد میشه 10. پنج تا کم میکنه دیگه میشه 10. یک ثانیه بعد میشه 5، یک ثانیه بعد میشه 0. چی شد؟ 20 بود دیگه. 5 تا کم کن، 15 10 5 0. البته من بچه ها اینجا معلمم، همه چی رو دارم مینویسم، برای همین وقت گیر میشه. تو دانش آموزی، حرفه‌ای هم هستی، با خودت فکر میکنی من سرعت اولیم 20ه، 5 تا 5 تا باید کم بکنم، چند تا 5 تا کم بکنم به صفر میرسه 4 تا. تو که نمیخوای به کسی چیزی یاد بدی، لازمم نیست اینجوری شیک بکشی، تو خودت خیلی سریع به جواب میرسی. یعنی از 20 تا 0 رو همینجوری تو مغزت میگی 4 ثانیه دیگه، 4 تا 5 تا است دیگه، خیلی چیز ساده ایه. خب برای همین اینجا یه ثانیه میره سرعتش به صفر میرسه. بچه چند ثانیه شد؟ 4 تا دیگه، 1 2 3 4. پس در ثانیه پنجم بر میگرده میشه منفی 5. این هست که گفته برو جا به جایی رو پس از 5 ثانیه به دست بیار. الان شد 5 ثانیه. ببین 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه. الان 5 ثانیه شو طی کرده. ما هم دنبال چی هستیم؟ ما دنبال جا به جایی هستیم. فرمول مادر چی میگفت؟ فرمول مادر میگفت از سرعت ها میانگین بگیریم، ضرب در زمان کنیم. سرعت اولش چنده؟ 20. سرعت آخرش چنده؟ منفی 5. میگی آقا منفیشو تو فرمول بذاریم؟ حتما میذاریم. چرا؟ سرعت کمیت برداریه، علامتش برامون مهمه. پس میانگین سرعت ها رو ضرب در زمان، میانگین 20 و منفی 5 رو ضرب در زمان میکنی که این حاصلش میشه 20 منهای 5 که میشه 15 ضرب در 5 میشه 75 تقسیم بر 2 میشه 37.5. این الفش بود. عکس رو بگیر، خب بعد قسمت ب رو برای من جوابش رو تایپ کن، منتظرم. قسمت به
بودو باری کلا. تصویر خوبه دیگه، ها مشکل تصویر که نداریم. خب بسیار عالی. قسمت به گفته سرعت متوسط پس از 5 ثانیه چقدره؟ آقا در لحظه 0 که 20 سرعتمون، در لحظه 5 هم که سرعتمون منفی 5، وقتی میخوای سرعت متوسط حساب بکنی از سرعت اول و آخرش یه میانگین میگیری. قبوله؟ حالا قسمت پ گفته مسافت طی شده پس از 5 ثانیه چند متر است؟ اینو احتمالاً بلد نیستین، اولین باره من دارم یه همچین چیزی حل میکنم و براتون توضیح میدم، برای همین لطفاً با دقت فراوون به حرفای من گوش بکنین که این مسافت طی شده رو هم بتونید حساب بکنید. خب بچه ها دقت کنید، مسافت طی شده یعنی چی؟ شما هر وقت میخوایی مسافت طی شده حساب بکنی باید تمام طول مسیر رو با علامت مثبت با هم جمع بکنی. من نگاه کن، من 5 متر میرم 5 متر برمیگردم، جا به جاییم چقدر میشه؟ 0. چرا؟ چون برگشتم سر جای اولم. وقتی 5 متر میری 5 متر برمیگردی، جا به جاییت 0. حالا مسافتت چقدر؟ 10. اون 5 تایی که رفتی و اون 5 تایی که برگشتی رو با هم دیگه جمع میکنی، مسافت طی شدت میشه 10. پس برای محاسبه مسافت طی شده تمام طولا رو با علامت مثبت با هم جمع میکنی. آقا اصلا بنویس، بنویس جمله شو، بنویس برای محاسبه مسافت طی شده، برای محاسبه مسافت طی شده تمام طولهای پیموده شده را، تمام طولهای پیموده شده را با علامت مثبت با یکدیگر جمع میکنیم. خب حالا اینجا رو ببین، من بعد حساب بکنم ببینم این از این 20 که اومده تا اینجا سرعتش 0 شده چند متر رفته، بعد چند متر برگشته، اون مقداری که رفته و اون مقداری که برگشته رو با علامتهای مثبت با هم جمع میکنی. چرا؟ گفتم طولهای پیموده شده رو بعد با هم جمع بکنیم. طولم که مثبته، یادت گفتم خطکش به طول منفی 20 سانتی متر نداریم، طول مثبته. من مسیر رفت رو میخوام حساب بکنم، دیگه که رفت، رفته تو از کجا آغاز میشه؟ از جایی که سرعت 20 تا جایی که سرعت 0، یعنی سرعتش از 20 رسیده به 0، این شد رفت. میانگین بگیر، میانگین 20 و 0 رو بگیر، ضرب در زمان کن، زمانش چند ثانیه است؟ 4 ثانیه. خب جوابش در میاد چی؟ 40 متر. یعنی از اینجا تا اینجا که متوقف شده 40 متر حرکت کرده. بگو خب حالا دیدوه برگشت رو حساب کن. برگشت، برگشتش چیه؟ از اینجا اومده تا اینجا، سرعتش از 0 رسیده به منفی 5، سرعتش از 0 رسیده به منفی 5، ضرب در زمان. بگی آقا مگه خودت 3 ساعت نگفتی سرعت کمیت برداریه باید منفیشو بذاری؟ پس چرا تو این فرمول الان منفیشو نذاشتی؟ مگه نیومدی هی به ما گفتی سرعت برداریه برداریه برداریه؟ خب این منفیشو چرا نمیذاری تو فرمول؟ آقا دلیل داره، دارم مسافت طی شده حساب میکنم، طول که منفی نمیشه که. من اگه میخواستم جا به جایی حساب بکنم که کمیت برداریه، علامت سرعتم در نظر میگرفتم که منفیه، اما الان که میخوام طول حساب بکنم که کمیت عددیه، هیچ علاقه ای به علامت منفی ندارم. پس خیلی کار درستی دارم انجام میدم، شما اعتراض نکن. خب حالا که 40 تا رفته 2.5 تا برگشته، مسافتش چقدر میشه؟ مسافت طی شده میشه مجموع طول مسیر رفت و برگشت.
میشه 42.5. قبول. ببینم سوال ندارید. 1/4 دیگه که نه نه، الان این زمانش 1/4. ببین نگاه کن، من نگاه کن، 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه، این 1 ثانیه زمانش 1/4، ولی طولش 1/4 اونا نیستا، چون اینا هم با هم مساوی نیستن که. ببین طول اینجا با اینجا فرق داره، اینم با این فرق داره، اینم با این فرق داره، پس اینو نمیتونی بگی 1/4 همه اوناست، چون حرکت شتاب ثابته. در حرکت شتاب ثابت تو زمانهای مختلف جابجاییاش مساوی چی نیست، پس این 1/4 مسیر رفت نیست. ببین جوابت هم غلط میشه. الان 1/4 40 بگو چند میشه؟ میشه 10. 10 رو 40 جمع بکنم میشه 50. در صورتی که جواب چند؟ 42. پس اون استدلال رو هیچ وقت انجام نده. خواهش میکنم، اصلا من اومدم اینجا که روون بگم شما یاد بگیرید. سارا پس اوکی شد، بسیار عالی. پرنیا، من الان توضیحایی که دادم رو گرفتی؟ یا یه بار دیگه بگم، تعارف معارف هم نکنه، اگه قراره بگم بگید میگم. پاشو قاطی کردی؟ باش. ببین یه فرمول داریم واسه پیدا کردن جابجایی تا لحظه تی، یه فرمول داریم برای پیدا کردن جابجایی در ثانیه تیوم، یه دونه معادله سرعت داریم، یه دونه معادله مستقل از زمان داریم. حالا اگه دوست نداری این فرمولا رو یاد بگیری، گفتم یه کاری کن. مثلا الان تو این سواله اومده گفته سرعت اولیه‌مون چنده؟ 20. شتابمون چنده؟ -5. این سرعت اولیه‌مون که 20، میای چیکار می‌کنی؟ سرعت تو 5 تا 5 کم میکنی، چون شتابت -5. 5 تا کم کن، 5 تا کم کن، 4 تا 5 باید کم میکنی. اینجا میشه چی؟ 15 10 5 0. چند ثانیه طول کشید متوقف بشه؟ 4 ثانیه. حالا ما بعد چند ثانیه حرکت کنیم؟ 5 ثانیه. اینجا سرعت ما 0 شده، 1 ثانیه دیگه حرکت کنیم سرعتمون منفی میشه، میشه -5. چون سرعت منفی میشه بر میگردی. حالا یه موقع هست میخوای جابجایی حساب کنی، جابجایی کل، جابجایی کل اون 5 ثانیه رو میخوای حساب بکنی، میای از سرعتات میانگین میگیری، اولشو آخرشو میانگین میگیری، ضرب در زمان میکنی. علامتش هم برات مهمه، میانگین میگیری ضرب در زمان میکنی، میشه 37.5. این شد جا به جایی، این شد جا به جایی. پرنیا یه اوکی بده ببینم جا به جایی رو گرفتی یا نه. باریکلا. حالا میمونه مسافت، میخوام مسافت حساب بکنم. برای مسافت باید برم طول مسیر رفت رو با طول مسیر برگشت جمع بکنم. خب طول مثبته، باید همه علامت مثبت باشه. اینجا تو جابجایی دیدی منفی گذاشتم، داشتم جابجایی حساب میکردم منفی گذاشتم، طول مثبت. خب طول مسیر رفت رو حساب کن، برگشتم حساب کن، با هم جمع کن، میشه مسافت. من میخوام ببینم چند متر رفته چند متر برگشته، جمع کنم. خب رفتش میشه 20 به اضافه 0، 20 به اضافه 0 تقسیم بر 2 ضرب در 4 چقدر میشه؟ 40 متر. 40 متر رفته، برگشتش از 0 رسیده به -5، ولی چون من میخوام طول حساب بکنم از 0 به -5 رسیده،
زمانش هم یک ثانیه است. ضرب در یک میکنم. خب اینجا اگه منفی بذاری میشه منفی 2.5 میشه جابجایی. ولی من چون طول این تیکه رو میخوام حساب بکنم اینجا منفی 5 نمیذارم، مثبت 5 میذارم، جواب من مثبت 2.5 در میاد. حالا میخوام مسافت حساب کنم، دیه رفت و دیه برگشت و با هم دیگه جمع میکنم، میشه 40 به اضافه 2.5 42.5. تمام. یه اوکی بده ببینم مسافت هم گرفتی. عالیه. خب اینکه بهتون تأکید میکنم همیشه کلاس رو آنلاین شرکت کنین دلیلش اینه. آقا مثلا ما حجم زیادی، خب هر جلسه که بیایم سر کلاس شما چند صفحه درس میدیم، کلی سوال حل میکنه، یه دانش آموزی بیاد اینا رو با هم یه قاطی بکنه، همون لحظه میپرسه، من توضیح میدم، تفکیک میکنم، جا میفته. ولی اگه بخوای آفلاین نگاه کنی سوال نمیتونی بپرسی که. یه آفلاین کلاس، آفلاین کلاس یه معلمیه که داره درس میده میره، تو هم فهمیدی فهمیدی نفهمیدی نفهمیدی. آنلاین حتما نگاه کنی. توی سوال بعدیش گفتیم متحرکی با شتاب 4 در مدت 2 ثانیه در مسیر مستقیم 20 متر جابجا میشه، بعد گفته سرعت اولیش چقدره. یه وقتی بهتون میدم حل کنید ببینم چیکار میکنید. متحرک با شتاب 4 در مدت 2 ثانیه در مسیر مستقیم 20 متر جابجا میشه، سرعت اولیش چقدره؟ منتظر جوابتونم. آها خب الان یاد میگیری دیگه، مشکل نداره. بودو بودو تایپ کن. حسین کو، حسین کو، چند وقته نیستی حسین، جواب بده. یه راهنمایی ریز بهتون بکنم. اینجا گفته شتاب 4ه، خب در مدت 2 ثانیه 20 متر جابجا میشه. شتاب 4 در مدت 2 ثانیه 20 متر جابجا میشه، سرعت اولیه چقدره؟ شما که نمیدونی سرعت اولیه چقدره، بنویس V0. نمیدونی چنده ها، بنویس V0. بعد چون شتاب تو میدونی که 4ه، عدد V0 رو 2 ثانیه ببری جلو، اینجا میشه V0 به اضافه 4، اینجا میشه V0 به اضافه 8. چرا؟ چون هر 1 ثانیه باید به اندازه شتاب به سرعت ما اضافه شه. یعنی سرعت اولیه ما V0، 1 ثانیه بعد V0 به اضافه 4ه، 1 ثانیه بعد هم V0 به اضافه 8ه. اون وقت اینجا 20 متر جابجا شده. حالا ببین میتونی حل کنی؟ چهارده نه، چهارده نمیشه. سرعت اولیه همون وی صفره، 1 ثانیه گذشت 4 تا زیاد کردم، 1 ثانیه دیگه هم گذشت 4 تا دیگه زیاد کردم، رسید به وی صفره به اضافه 8، جا به جایش هم 20 متره، 4 هم نمیشه. ببینید جا به جایی مگه 20 متر نیست؟ جا به جایی چی میشه؟ میانگین سرعت ها، میانگین سرعت ها ضرب در زمانمون که 2 ثانیه است. یعنی شما وقتی میخوای جا به جایی به دست بیاری از سرعت اول و آخرش یه میانگین میگیری، ضرب در 2 ثانیه میکنی. بعد الان چون جا به جایی 20 متره، این دوهه که با این دوهه میره، به جای جا به جایی چی مینویسی؟ 20.
این وی صفر با وی صفر به اضافه 8 میشه 2 وی صفر به اضافه 8، اون وقت 2 وی صفر میشه 12، اون وقت وی صفر در میاد 6. سرعت اولیه 6 شد. اوکیه؟ خب نکته تازه الان قراره به جاهای خوبش برسه. منتها برای اینکه شما یه استراحتی هم کرده باشین، بهتون 10 دقیقه استراحت میدم، 10 دقیقه دیگه برمیگردین. فقط اگر دیرتر از 10 دقیقه بیاین سر کلاس بچه‌ها، اتفاقی که میفته اینه که اون نکته‌ای که میخوام جدید بهت بگم و میگم رد میشم، تو دیر وارد کلاس میشی، نکته رو نشنیدی، بعد دیگه هر چی سوال حل میکنم نمیفهمی. پس لطفاً تایم بگیریم هممون با هم سر 10 دقیقه دیگه توی کلاس حضور داشته باشیم. فعلا خسته نباشیم.